با تو ایران سراپا نفسم، بی تو چون شاهین بال بسته در قفسم. هرچه دارم به خدا از آن توست ایران، هرچه هست همچنان با یاد توست. هزار بوسه بر پیشانی بلند تو شیرزن ایرانی و تو مرد دلیر ایرانی، تو دانشجو، تو دانش آموز، تو دختر و پسر هموطن نازنین من که در طول 48 ساعت گذشته افتخار آفرینی کردید. 6 ماه تمام است که با جثه های ناتوانتان که در عرض 30 سال گذشته ضربه های تازیانه و شلاق رژیم دست نشانده و اشغالگر اسلامی رو لمس کرده، پشت این رژیم دچخیم، رژیم خونخوار، رژیم جنایت پیشه، رژیم دست نشانده و اشغالگر اسلامی رو بار دیگر به خاک مالیدید. درود به شرف تو دختر و پسری که در خیابانها فریاد مرگ بر ولایت فقیه، فریاد مرگ بر حکومت اسلامی، فریاد مرگ بر دیکتاتور و فریاد نابودی این رژیم رو در کلیت و در تمامیتش سر دادی. درود به تو زنانی که، درود به شما زنانی که در خط اول جبهه ایستادید و مردانتون را هدایت و راهنمایی کردید، از منزل بیرون آوردید و مثل 30 سال گذشته در خط اول جبهه با این رژیم ددمنش و خونخوار جنگیدید، می جنگید و تا او را نابود نکنید از پای نخواهید نشست. هموطنان عزیزم، تنها رسانه ملی مردمی، تنها سنگر مبارزاتی با نام یک رسانه برون مرزی آریامهر است که از روز نخست آغاز کارش گفت ما براندازی و سرنگونی رژیم کثیف، خونخوار و اشغالگر اسلامی رو در تمامیت و کلیتش میخواهیم. یعنی نه احمدی، نه موسوی، لعنت به بیت رهبری، نه خاتمی، نه احمدی، نه کروبی، نه موسوی، نه احمدی نژاد، نه خامنه ای، کلیتشان را نمیخواهیم. خطمون رو کشیدیم و از این خط 1 میلیمتر این بر اونور نرفتیم. در رادیو تلویزیون هامون پارچه سبز نشون ندادیم. در رادیو تلویزیون هم، در رادیو تلویزیونمون پروژه های حکومت اسلامی رو پیش نبردیم. سناریوهای از پیش نوشته شده نظام رو باهاش جلو نرفتیم. هموطن نازنینم، لحظات و روزها و ساعتها و ثانیه های بسیار بحرانی و خطرناکی، خطرسازی کشور ما رو داره تهدید میکنه. اگر کمی از نیروی عقلانی خودمون، از قوه عقلانیت خودمون استفاده نکنیم، هزاران اژدها در درون و صدها اژدها در برون نشستن تا پیکر ناتوان و عفونت زده این رژیم ضحاکی رو نگهش دارند، منتها با یک شکل و شمایل دیگری. 1001 پروژه و سناریو در راهه که دوباره ملت به خون به جوش آمده ایران رو گول بزنن و کلاه دیگری سرشان بگذارن. هموطنی که صدای من رو در درون مرزهای ایران میشنوید، نه به بی بی سی اطمینان کنید، نه به وایس آف امریکا اعتماد کنید، نه به رادیو تلویزیون هایی که در طول هفته 6 روز کاسه بشقاب و فرش و نمیدونم جواهر و این گونه وسائل و آگهی کنسرت های لاس وگاس رو میگذارن و زمانی که شما به خیابان ها میایید تا جانتان را نثار خاک باک ایران کنید، همشون مثل مرده های شب پرست پیداشون میشه 24 ساعت بعد که شما کشتتون رو دادید، خونتون رو ریختید، میرن دوباره کاسه بشقاب فروشیشون و جواهر و فرش فروشیشون و بعد هم در همون برنامه های چند ساعتی که شما کشته میدین اهداف و پروژه های رژیم کثیف اسلامی رو دارن پیش میبرن. پروژه رژیم اسلامی امروز چیست؟ سناریوی جدید چیست؟ سناریوی کودتای نظامی به معنای واقعی کلمه، کنار گذاشتن خامنه‌ای و احمدی نژاد، آوردن خاتمی و موسوی با پولهای هاشمی رفسنجانی و حمایت و اجماع کشورهایی که مثل زالو به تن ملت ما نشستن. 3 ماه و 2-3 هفته پیش این سعید سکویی بالای سکویی رفت
که خرج تظاهراتش رو حکومت اسلامی در لس آنجلس داده بود. پایین به من گفتن اگه بالا رفتی چپ به موسوی نگاه کردی یا به رفسنجانی با چاقو خودت و زن و بچه تو که اونجا بودن میزدیم. گفتم مرگ بر موسوی، نه احمدی نه موسوی، لعنت به بیت رهبری. حواستون خیلی جمع باشه. تلویزیونی که امروز مدیرش نشسته بود و میگفت همه رسانه ها باید زیر یک سقف بنشینیم، بیاید از واژه مرگ بدش بیاید، مرگی که امروز 5 میلیون نفر در روز عاشورا، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر توپ بسیجی و سپاهیه که اونها رو میزدن، میگفتن اینا بعدشون میاد، بنویسن نابودی رژیم تبهکار و جنایتکار و اشغالگر اسلامی رو در تمامیت و در کلیتش میخوایم. آقای امیر شجره می نویسید؟ آقای شهرام همایون می نویسید؟ نمی نویسید. آقای سعید قائم مقامی که دوباره فعال شدید، آیا شما به مردم دارید درس یاد میدید که پروژه‌ای که در شورای امنیت ملی حکومت اسلامی چند هفته پیش نوشته شد، 3-4 ماه پیش بیان تو خیابون بگن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ سعید قائم مقامی تو موسوی چی شدی؟ بودی؟ من تعارف با شما ندارم. یک رسانه است که میگه مرگ بر کلیت رژیم اسلامی در تمامیت و در کلیتش. موسوی یک جنایتکاره، در دادگاه های ملی مردمی باید محاکمه بشه. خاتمی یک جنایتکاره، در دادگاه های ملی مردمی باید محاکمه بشه. رفسنجانی یک دزد فاسد جنایتکاره و همه این بی پدر و مادرهایی که در رأس این رژیم نشستن. ملت ایران نابودی این رژیم در کلیتش رو میخواد. ندا و سهراب و بابک و ده ها و صد ها جوان ایرانی خونشون رو در 30 سال گذشته، خصوصا 6 ماه گذشته ندادن که جابجایی قدرت در رژیم اسلامی بشه، تا دولت فخیمه انگلستان و آمریکا و روسیه و چین و این زالوها بتونن همین رژیم رو نگه دارن. مرگ بر خاتمی، مرگ بر میر حسین موسوی و مرگ بر رسانه هایی که دارن پروژه رژیم رو پیش میبرند. مردم هوشیار باشید. مردم به شما گفتم میتوانید حسین حسین میر حسین بگویید، اما به عنوان یک تخته پرش. میتوانید لا اله الا الله بگویید برای یک تخته پرش، برای گذر و برای رسیدن به صدا و سیما، برای رسیدن به بیت ولی فقیه، برای رسیدن به باز کردن درهای زندانهای دشخیمان حکومت اسلامی. معرکه گیری و سیاه بازی و حق بازی و چند تا جوون ما خودشون رو جونشون رو بدن، شماها یه دفعه شب پیداتون بشه و گزارش بدید و یوتیوب هایی رو به کار ببرید که در لندن توسط نوری زاده و دار و دستش صدای حسین حسین میر حسین میگذارن، یا در واشنگتن توسط سازنگارا صداش دستکاری میشه. من در 24 ساعت گذشته جلوی این دوربین نیومدم، اما با دقت نشستم و تک تک این ویدیو کلیپ ها رو نگاه کردم. دستکاری هایی که درش شده بود رو با دقت دیدم. تلویزیون ها و رادیو هایی که همون کلیپ های دستکاری شده رو میذاشتن رو با دقت مورد بررسی و تشخیص آگاهانه و زیر ذره بینی بدبینی بردم و خوشبینانه تونستم تشخیص بدم که باز هم همانهایی که این رژیم رو روی کار آوردن و 30 سال در حفظ و استمرارش کوشش کردن، میخوان یک بار دیگه نجاتش بدن. آقای شجره، من زمانی میتوانم پشت یک میز و زیر یک سقف با شما بنشینم که شما نابودی رژیم اسلامی رو در کلیت و در تمامیتش بخواید و دنبال شال سبز سیدی میر حسین موسوی و کروبی و احمد بزرت میخوام رفسنجانی و دار و دسته ای کسافت های آدم کش نباشید. من زمانی با شهرام همایون میتوانم پشت یک میز بنشینم که با سردار سپاه و نوری زاده و سازگارام و حزب خائن مشروطه و رهبری شیطان لنگ داریوش و همایون که با نام رشیدی مطلق کشور من رو به آتش کشید سر یک سفره نباشید. ما
مردم ایران خسته و دلشکسته 30 سال تازیانه و شلاق خوردن، 30 سال حدک حرمت شدن، 30 سال بها و حزینه یک گذافه اشتباهی رو که کردن و گول یک باش روشن فکره وطن فروش رو خوردن رو دارن میدن، با شم به دنبال آن خدا بیامرز میکردن.